درود میگویم خدمت همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه. من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا میکنم به کارگردانی آقای امیر و با حضور جناب آقای محمد امینی. همیهنان عزیز به یاد دارن که در دو برنامه چهره ها و گفته ها جناب آقای امینی حضور پیدا کردند برای اینکه بپرسند درباره تجارب من در دوران روزنامه نگاری و به حال اطلاعاتی در باب گذشته من هم هست. در دو هفته‌ای که در فرانسه بودند یا در اروپا بودند این گفتگو انجام نشد و اینک ما بخش سوم رو آغاز میکنیم در برنامه چهره ها و گفته ها. جناب آقای امینی، عرض ادب میکنم خدمتتون. درود فراوان بر شما و بینندگان گرامی تلویزیون. امیدوارم که این برنامه بخش سوم چهره ها و گفته ها که این بار چهره اون شما هستید و بیشتر من از شما میپرسم یا با هم گفتگو میکنیم، برنامه شنیدنی و دیدنی برای همیهنان باشه. تا اونجایی که به یاد دارم در آخرین برنامه که با هم داشتیم شما یه اشاره کردید به تنها موردی که با ساواک درگیری داشتید در هنگام روزنامه نگاری، در اگر اشتباه نکنم در دهه 40 بود که شما در سال 40 کدام روزنامه بودید؟ مجله روشنفکر سردبیر بودم. در روشنفکر؟ بله در روشنفکر. بله، در اونجا یک همکاری داشتیم به نام سید حسین الهامی. جوانی بود که خیلی استعداد نویسندگی داشت. الان شنیدم فوت کردن، خدا بیامرزش. بر صورت ایشون قبول کرده بود که از هر یک از نویسندگان ایرانی هم دوره ما یک داستان از میان داستان‌هاشون انتخاب کنه و با یک مقدمه چاپ کنیم. بله. و در یکی از این مقدمه ها که بر یکی از آثار یک نویسنده ایرانی گذاشت صحبت از طوفانی بودن آثارش کرد. این گرفتاری ایجاد کرد. یک کسی به من زنگ زد گفت شما میشه بیاین شماره فلان خیابون سابق شمران؟ بله. گفتم شما؟ گفت نمیشناسید، من فردوس هستم. هنوز اسمای ماموران مقام امنیتی. بله هنوزم نمیدونم کیه. بر صورت من با چه ترس و لرزی رفتم و توی یک اتاق تنها با یک باد بزن پنکه به مدت 3 ساعت نشستم. متوجه هستین که 3 ساعت آدم تنها در انتظار یک این کارها رو آگاهانه میکردم برای اینکه شما رو در واقع در این درجه استراب نگه دارن و نگران باشید و هنگامی که میان و با شما گفتگو میکنن هیچ چیزی رو پنهان نکنید. این کارها از شگردهای دستگاه‌های پلیسی و امنیتی در سرتاسر جهان هست که این کارو انجام میدن. بر روی معلوم شد که عین دستخط آقای الهامی رو یک کسی در اختیار ساواک گذاشته بوده. عجب. اون کس رو خب ما میشناختیم، لازم نیست اسمشون رو بگم. بر صورت چرا اگه کار ناشایستی کرده اسمشو بگید؟ نه دیگه تصورشون مشکل ایجاد کنه. عرض کنم که کلی ایشون ما رو سینجیم کرد و از همه چیز پرسید و اینا. دیگه نزدیک زور شده بود، منم مجله رو به خال خودش رها کرده بودم آمده بودم.
گفت شما امروز پنجشنبه است، نمیخوام نگرانتون دارم، خانوادتون ناراحت میشن، برین شنبه صبح بیاین. شنبه صبحم پنجشنبه بود، ما فرداش قرار بود بریم شمال. بله. و من از شمال به سرعت برگشتم شنبه صبح و رفتم پیش ایشون. ایشون بار دیگر همون حرفا رو زد و گفت برین شما به آقای الهامی بگیم بیاد. این آقای الهامی رو چون یک الهامی از اقوام همین الهامی در دستگاه دموکرات‌های آذربایجان بود، بهش حساسیت داشتن. بله. این است که چندین بار آوردن بردن و اینا. میخواست بگی که یعنی تو انداخت، تو مال گیر انداختی. جناب مهری، واقعا ببینید چقدر دردناک هست وقتی ما به این تاریخ نگاه میکنیم که حالا امروز رو که میدانیم چه فاجعه‌ای در ایران میگذره، ولی در دوره گذشته هم شما یک روزنامه نگاری هستید که هیچ به هیچ گروه سیاسی مخالفی هم وابستگی ندارید و بر سر یک موضوع ساده، یک نوشتاری که برای کسی ناخوشاینده، پاپوش درست میکنند و کردند، میکردند و شما رو احضار میکنند. این بیم و هراس رو برای خودسانسوری در میان روزنامه نگاران ایجاد میکردند و چه بسا اگر این کارها رو نکرده بودند، این نارضایتی ها در میان مردم اینقدر پا نمی گرفت و این گونه بیگانه نمی شدن مردم از این دولت. شما فرمودید که سردبیر روشنفکر بودید. روشنفکر رو رحمت مصطفوی به راه انداخت. بله، دکتر رحمت مصطفوی 22. بله، نه 22 نه. شناسایی من از مصطفوی از در دوران دبیرستان از راه برگردان کتاب لترانژه آلبر کامو هست. بله، اولین بار او ترجمه. بله، بیگانه به نام غریبه ترجمه کرد. بله، بسیار بسیار ترجمه خوبی هم هست، چون من با سالهای پس از اون که بخشهایی از این کتاب رو به فرانسه خوندم، دیدم عجب ترجمه بسیار توانایی او انجام داده. و کتاب فرانسه خیلی خوبی بلد بود، یعنی دست مینداخت کسانی رو که میگفتن ما فرانسه میدونیم. ایشون یک مردی بود بلند بالا، یک کمی هم اندکی چاق، خیلی با قدرت از بالا صحبت میکرد. بله. فقط من یک بار تونستم عصبانیش کنم روزی که میخواستم بذارم برم. هرگز کسی با من این رفتار رو نکرده. از در شمار روزنامه نگاران و مدیرانی که شما آشنا شدید، به من میگفتید که پیش از برنامه که رحمت مصطفوی رو عنوان یکی از با دانشترین بله واقعا سردبیران و روزنامه نگاران یافتید. بله، در میان مدیران مطبوعات که اونا برای خودشون گاهگدار جلساتی داشتن مثل ما سندیکایی ها، ایشون از همه برتر بود. هم زیبا صحبت میکرد، هم بسیار اندیشمند بود و در ضمن میدونین که خواهرزاده سید ضیاء بود. هر وقت که خواهرزاده سید ضیاء بود، خب معلوم است که این به طور خانوادگی این کار روزنامه نگاری رو در خونش، در وجودش بوده اصلا. بله، به هر صورت ایشون فرانسه درس خونده بود مصطفی گویا. بله، فرانسه هم رفته بودش. بله. وقتی میخواید مقایسه کنید، چون میدونم شما در اطلاعات هفتگی هم کار سردبیری و کار روزنامه نگاری داشتید، بخواید مقایسه کنید او رو مثلا با رسول ارمنقی کرمانی، اون رو چگونه در واقع بررسی میکنید؟ امشب دختری میمیرد. رسول ارمنقی کرمانی نویسنده همین کتاب که خیلی فروش رفت، چون در حد مردم عادی قلم میزد. ایشون همین کتاب امشب دختری میمیرد. بله، ایشون رو با دکتر مصطفوی نمیشه به هیچ وجه مقایسه کرد. مصطفوی رو باید با کسان دیگری مقایسه کرد، تازه اونا هم در حدش نیستن. حتی میخوام بگم مدیر سپید و سیاه که منم اونجا سردبیر بودم، دکتر علی بهزادی. دکتر علی بهزادی انسان شریفی بود، ولی در حد مصطفوی من ندیده بودم. بله. مصطفوی هم مرگش زمانی رخ داد که روی این پل‌های آهنی که بعضی جا در چهارراه در تهران
زده بودن اواخر عصر شاه. بله بله. روی یکی از اونا داشته میرفته یه ماشینی بهش میزنه و کشته میشه. عجب عجب. پس دو سه سال بعد از انقلاب. بله بله. پس از انقلاب در گذشت. بله بله. یعنی فکر میکنی که تصادف بوده، آگاهانه نبوده این کار؟ نه خیر، تصادف بوده. من ایشون رو بهزادی خامه بسیار روانی بله. داشت. این کتاب، این سه جلد شبه خاطرات او به راستی خیلی شیرین نوشته. شیرینه، خیلی خوب نوشته شده. جایهایی میتوان به اون ایراد گرفت از نقطه نظر تاریخی بله. و آگاهی هایی که به دست میده برخی چیزها رو درست مطرح نمیکنه. خب طبیعی هم است. ایشون هم درس خونده پاریس بود. روانی واقعا زیباست. بسیار بسیار خواندنی است این کار. ایشون هم درس خونده پاریس بود. بهزادی بله. منم فرانسه میدونستم ولی هیچ وقت با دکتر مصطفی نگفته بودم. یه بار به من نگاه کرد، گفتم از بالا نگاه میکرد، گفت تو فرانسه میدونی، چرا به من نگفته بودی؟ گفتم چیزی مهمی نیست. شما در این سه نشریه که اشاره کردید، دو نشریه رو اشاره کردید، اطلاع یکیش هم آیندگان بود، روشن فکر، در هر دوی اونها شما به جایگاه سردبیری هم رسیدید، درسته؟ بله. اگه اشتباه نکنم. بله. سومیش آیندگان بوده، روزنامه بله. آیندگان بود. جناب مهری، من یک پرسشی که به عنوان کسی که هیچگاه در کار روزنامه نگاری به طور حرفه‌ای در ایران نبودم، جز اون دوران کوتاهی که در همون بهار آزادی و دوران پایان رژیم گذشته در دوران بختیار من و دوستان یک روزنامه روزانه به نام ندای آزادی بیرون میدادیم، ولی اصولا کار من کار روزنامه نگاری حرفه‌ای نبود به این مفهومی که شما درگیر بودین، از این راه زندگی نمی کردم. ولی به عنوان کسی که از بیرون به سپهر روزنامه نگاری ایران مینگرم، میبینم که یا تاریخ رو میخوانم، میبینم که روزنامه نگاران و شخصیت های سرشناس در بین این روزنامه های برجسته به ویژه تهران خیلی سفر میکردند، در رفت و گذر بودند. مثلا خود شما در کار رو از اطلاعات هفتگی آغاز کردی تا اونجایی که آگاهی دارم، سپس روشنفکر و گاهی هم بعد آیندگان و گویا اینجا و اونجا هم در جاهای دیگر هم مطالبی می نوشتید. این رابطه ها چگونه بود؟ چرا این همه رفت و آمد میانه کسانی که در کار روزنامه نگاری بودن وجود داشت؟ آیا افراد کارمند رسمی یک جا بودن و در جاهای دیگر می نوشتند، یا اینکه آزاد بود که هر کجا برود؟ آقای امینی عزیز، هیچ گونه رسمیتی در کار ما نبود. نبود. ما غالبا نویسندگانی بودیم که به اصطلاح مقاله‌ای پول می‌گرفتیم. آها. بله. مثلا در روزنامه اطلاعات اوایل که من با داریوش همایون زیر نظر داریوش همایون کار می‌کردم در بخش ترجمه اخبار، ما 500 تومن می‌دادن. در ضمن اگه مقاله‌ای هم ترجمه می‌کردن پولش می‌دادن. وقت اون مقاله سطری به نظرم دهیشه یا یک قرون بودی هم چیزی یعنی کلش میشد فرض کنید 15 تومن. البته 15 تومن پولی بود اون موقع. بله. برای دلار 7 تومن برای 2 دلار بود دیگه. بله. و هیچ جایی در مطبوعات ایران کسی استخدام نمیشد، فقط در روزنامه اطلاعات و کیهان بود که اینا سرمایه داشتن و خیلی ها رو تیم میکردن، استخدام میکردن. بله. و برحال تابع قوانین و اینا بودن. برای نویسندگان و مترجمان و برحال همکاران مطبوعات، چه در بیرون چه در داخل مطبوعه، قرار شد که سندیکای نویسندگان به وجود بیاد. آه. کسی که سینه‌ش رو سپر کرد برای... چه سالی این الان میگم همین سندیکای نویسندگان به وجود اومد؟ دهه 40 بود. بله، اجازه بدید همش میگم براتون. بله بله. اون کسی که سینه‌ش رو سپر کرد در مقابل مسعودی، چون مسعودی دشمن خونی هر نوع تجمع روزنامه‌نگاران بود، خدا بیامرزش، کسی که سینه‌ش رو سپر کرد داریوش همایون بود.
اون زمان داریوش همایون از بخش ریاست ترجمه اخبار رفته بود، رفته بودش اون شرکتی که کتاب چاپ میکرد اسمش چی بود؟ بنگاه ترجمه و نشر کتاب. بله بنگاه ترجمه. نه فرانکلین. بله فرانکلین رفته بود که پدر من هم وکیل فرانکلین بود. بله بله من داریوش همایون رو نخستین بار اونجا دیدم انگامی که البرز میرفتم، چون دفتر فرانکلین درست بغل البرز بود. بله. و عموی من هم رئیس حسابداری اونجا بود. نخستین بار داریوش همایون رو شاید 13 14 سالم بیشتر نبود اونجا دیدم. بله. داریوش همایون دیگه کار نمیکرد در بخش ترجمه، ریاست ترجمه. بله. و سرمقاله هاشو مینوشت، چون کسی نبود مثل اون. جوان بود، در این حال واژه های ناب فارسی رو توی تفسیرهاش به کار میبود، خیلی زیبا مینوشت. برای که بینندگان ممکنه به یاد نداشته باشن، ایشان در اطلاعات سر رئیس این بخشی بود که شما اشاره میکنید. بله. هنوز آیندگانی در کار نبود. نخیر. بله. ایشون به عنوان حمایت از بچه های اطلاعات و کلیه روزنامه نگارانی که مطلب می نوشتن پولشو به اصطلاح مقاله‌ای می گرفتن، ایستاد و گفت باید این سندیکا تشکیل بشه. بیرونش بله. کرد. آقای مسعودی، آقای داریوش همایون از اطلاعات بیرون کرد. اون قلم زیبا و اون فکر جوان پوینده. شما باش دوست بودی میشناس، یعنی 50 سال بعد شناختینش. بله. ولی با وجود این همچنان زنده بود، انسان فرهیخته و زنده. خب دشمنان زیادی هم برای خودش جلب کرده بود. بر روی آقای همایون از اونجا رفت بیرون و از بیرون فعالیتاشو با دیگران متحد کرد و بالاخره سندیکای نویسندگان تشکیل شد. به نظرم در سال 44-45 بود. بله. که شما توی آثارتون دیدین، تو نوشتهاتون. بله فکر کنم در میانه دهه 40 بود که سندیکا به وجود آمد، تا اونجایی که من آگاهی دارم. بله. بله. و دفعه اول هم مسئول سندیکا، یعنی رئیس سندیکا، آقای برزین بود. برزین هم یکی از روزنامه‌نگاران نامی اون زمان بود، ولی الان چندان اسمش مطرح نیست. برزین. بله. فرزین با ب شروع میشه. بله. برزین. بله برزین. بعدن رفت توی دستگاه شهبانو، به نظرم مدیریت یه بخشی رو داشت، حالا یادم نیست. یا شهبانی. شهبانو. او در دستگاه شهبانو. بله. صدای کمی خشخش داشت، نشنیدم. خواهش در دفتر شهبانو. در دفتر شهبانو اونجا کار میکرد. و یک بار که ما با شهبانو سفر کردیم، ایشون هم همراه ما آمده بودن. بله. همراه روزنامه نگاران. ما داشتیم میرفتیم به نظرم کانادا اون موقع. در اون سندیکا آیا شخصیتی آدمی بود که خیلی روشن و آشکار به عنوان آدم دولتی یا مأمور سازمان امنیت شناخته میشد و حساب میبردن افراد از او؟ چنین کسی نبود. بله. ولی بعد از انقلاب گفتن که یکی از شخصیت های بسیار فعال در سندیکا با ساواک ارتباط داشته و انقدر بر سرش کوفتن که، یعنی سرزنشش کردن، که من شنیدم، البته در خارج از کشور شنیدم، که حتی به گریه افتاده بود. نامشو به یاد دارید شما؟ بله ولی نمیتونم بگم. بسیار باشه. چون انسان شریفی هم بود، من نمیدونم حالا بوده یا نبوده. بله. ولی بر صورت اینو میگفتند، ولی غیر از اون هیچ کس دیگه ای نبود. ولی اصولا در مطبوعات ساواک خیلی ها رو داشت. از جناب موری، یکی از، چون در ادامه گفتگوی امروز من یه رشته آگاهی ها رو میخواستم برای با هم میهنان در میان بگذارم در مورد موضوع سانسور. بفرمایید.
خیلی تصور این هستش که همه کسانی که سانسورچی یا آدمهای مرتبط بعدها با سازمان امنیت یا گروههایی از این دست بودن، اینها باید آدمهایی بوده باشن مانند محرم علی خان یا آدمهایی از این دست، در حالی که تاریخ رو که نگاه میکنیم چنین نبوده و آدمهای بسیار با دانشی از نویسندگان از روزنامه‌نگاران و برجسته در این کار درگیر مثل دشتی در دوران رضاشاه، در دوره دوم دوران رضاشاه، در دوره‌ای که مختاری وزیر رئیس شهربانی کل کشور شده بود، چون میدونید که در دوران رضاشاه ما 4 نفر رئیس شهربانی شدند. سرهنگ محمد صادق کوپال اول بود، سپس سختی فضل‌الله زاهدی به جای او نشست و سرانجام اون سرلشکر محمد حسین آیروم که بعد هم فرار کرد و سرانجام هم سرپاس رکن‌الدین مختاری که ویولون هم خیلی گویا خوب میزد. او در شهربانی یک اداره درست کرد، همین سرپاس مختاری معروف، همین که کسروی وکیلش شد، زنده یاد احمد کسروی هم وکیل مدافع تسخیری و پس از شهریور 20 شد و او رو از مرگ رهانید. یک دفتری درست کرده بود در وزارت کشور در هنگامی که مختاری به رئیس شهربانی بود، چون شهربانی زیر نظر وزارت کشور بود، به نام اداره راهنمای نگارش یا نامنگاری، که ظاهراً بنا بود که سبک نگارش رو برش سرپرستی کنند، ولی در واقع اداره سانسور رسمی بود. در این اداره خیلی جالب است براتون بگم چه کسانی کار میکردن. رئیس اداره علی دشتی بود و کسانی که با او همکاری داشتن اعضای بلندپایه این دفتر عبدالرحمن فرامرزی بود که در کیهان و برادرش احمد فرامرزی، البته او در اونجا نبود که وکیل مجلس بود، هر دو اینا، عبدالرحمن فرامرزی بود که سپس سردبیر کیهان شد در دوره پس از شهریور 20، ابوالقاسم پاینده، ایشون سردبیر نشدن هیچ وقت، نشدن، جز مدیران بودن. بله، ابوالقاسم پاینده که همکار دشتی بود در دوره‌ای که دشتی شفق سرخ رو بیرون میداد، پاینده مترجم قرآن، رابدین رهنما در روزنامه ایران کار میکرد، همین ابوالقاسم پاینده، و احمد بلایی نویسنده و کسی که در مجله بسیار وزیر سخن قلم میزد. از طرف شهربانی هم آدمی در اونجا همکاری داشت به نام ابوالقاسم شمیم که شما با کارهای ترجمه و حتما آشنا هستید. ممیزی کارهای کتاب و روزنامه زیر دست این آدم ها بود در واقع، نه تنها آدم های مانند محرم علی خان. در واقع محرم علی خان زیر دست شمیم پرورده شد ولی خودش سواد چندانی نداشت. این است که تعجب نمی کنم اگر در هر یک از این روزنامه ها و از جمله در سندیکا آدم های توانایی خب بر روی به دلایلی با دستگاه امنیتی کشور همکاری میکردن. آقای امین اجازه بدیم من یک موضوع رو بگم، البته خیلی عذر میخوام از همه کسانی که در مطبوعات ایران کار میکردن. بله. من در میان مطبوعاتی ها کسانی رو که از ادب فارسی، دانش تاریخ ایران بهره های غنی برده باشن کم می دیدم، خیلی کم بودن. بله. و یک بار ما در سندیکای نویسندگان دعوت داشتیم، هممون همه ایستاده بودیم، جای کوچیکی بود در خیابان ثریا، همه کیپ هم وایساده بودیم. یه دوستی به نام آقای نظری برگشت به من گفتش که همه اینا رو نگاه کن، هیچ کدومشون سواد ندارم. البته خیلی چیز میکرد دیگه، سواد که داشتن به هر صورت، اما واقعا در سطح بالا نبود. بله، بسیاری از برای همین مطبوعات ایران اصلا دانش بودن، اینها در اون مجله های ماهیانه یا فصلنامه ها کار میکردن، در کارهای روزنامه نگاری روزانه شاید کمتر دست داشتن که شما سرکار داشتید، به جز آدم های استثنایی مانند خود شما یا دارش همایون. دارش همایون هم بسیار باسوادی بود، ولی روی هم رفته آنچه که مطرح میکنید رو من در لابلای نوشته های دیگران هم خواندم که نقدی است که میکنم که روی هم رفته وزن
دانش و سواد و آگاهی تاریخی بسیاری از روزنامه‌نگاران ایران یا ارباب قلم به قول خودشون خیلی بالا نبود، من خیلی زیاد منظورم نبود این وضع. روزنامه‌نگاران بعد از کودتای 32 و بله چون قبلا یه عده زیادی بودن. بله بله کاملا درسته. بله بعد از 28 مرداد خب خیلی ها رفتن کنار یا کنار نهاده شدن. بله خب. یا زندانی شدن. بله بله بفرمایید. ببخشید. نه میگم بفرمایید. من بله. من شما. از این فرصت میخواستم استفاده کنم برگردم به گفتگویی که با هم آغاز کرده بودیم در مورد سانسور و همین که شما رو خواندن برای، یعنی شما رو دستور دادن در واقع که بیایید به فلان ساختمان در خیابان شمران قدیم و آن درگیری در واقع چندی ساعته رو شما داشتید که اونجا در واقع شما رو ترساندن دیگه، در واقع هدف این بود که شما بیم و حراس داشته باشید که مبادا کار خطایی از شما سر بزنه و خودتون رو سانسور کنید که هزینه‌ای برای دولت نداشته باشه. پس از مشروطه که هنوز روزنامه ها دولت در کار روزنامه هنوز دخالت میکرد، این جمله معروفی است از زنده یاد جهانگیرخان میر سور اسرافیل، این پیش از این است که محمد علی شاه مجلس رو به توپ ببنده، در همون بهار مشروطه نوشته ای از او هست، خیلی جالبه، یک نامه ای از او هست به اداره انتباهات، به اداره انتباهات نمیشه در دوره مشروطه، که چه فرقی هست بین زمان استبداد و حکومت مشروطه که نویسنده مجبور است پیش از نشر اثرش دو جلد از آن را به اداره انتباهات بدهد و اجازه بگیرد. این هنوز در اون زمان وجود داشت. یکی از بخش‌های بسیار ناروشن قانون اساسی ایران بخش مربوط به آزادی روزنامه نگاری است که تقریبا قانونی در این زمینه تنظیم نشده بود و گفته بودند که هر روزنامه آزاد است، هر کتابی آزاد است، مگر اینکه به شرع انور و یا اسلام در واقع برخوردی بکنه. این است که اعضای انجمن گلستان و همین سور اسرافیل که انتقاد کرده بودند قانون مطبوعات رو برای نخستین بار در 6 فصل و 52 ماده تصویب کردند که از جمله یکی از بندهای اون این بود که انتشار عام، این بندی است که از خود قانون اساسی گرفتن، انتشار عامه مطبوعات غیر از کتب به ضلال و مواد مضر به دین مبین اسلام آزاد است و ممیزی در آنها ممنوع است. سپس بر پایه همین در سال 1300 در دورانی که قوام السلطنه به جای سید ضیا، پس از اینکه دوره 100 روزه نخست وزیری سید ضیا پس از کودتای 1299 به پایان رسید و سید را از ایران بیرون کردند، قوام السلطنه نخست وزیر شده بود و قوام برای کنار نهادن یا منزوی کردن و درگیری با فراکسیون سوسیالیستا در مجلس که اسکندری رهبری اون رو داشت، کسی که بعدها در منزلش در سال 1320 حزب توده تشکیل جلسه داد، جلسه مؤسسان حزب توده در خانه او به وجود آمد، تشکیل شد، برای درگیری با او با آخوندهای تهران هماهنگ شد و یک قانونی رو، یک ماده‌ای رو در هیئت وزیران تصویب کردند به عنوان کمیته نظارت شرعیات، یه همچین عبارتی داشت که در هر شهری دو نفر از مجتهدان یک ناظر شرعیات بودند بر روزنامه ها و کتاب ها و این تا پایان در زمان انقلاب 57 هم همچنان بود و بر پایه همین ماده آقایان بهشتی و باهنر بر کار کتاب های درسی هم حتی نظارت داشتند. نام اونها در پشت کتاب های درسی بسیاری از کتاب های درسی دوران پیش از انقلاب هم هست. ولی پیش از اون یک برداشت نادرستی در میان بسیاری از ایرانیان وجود داره که کار سانسور در ایران از زمان میرزا حسن خان، محمد حسن خان اعتماد و سلطنه آغاز شده. خیلی ها برای این زمان ناصر در واقع چون رئیس انتباهات ناصرالدین شاه بود اوست که سانسور رو در واقع آغاز کرده، در حالی که
پیشنهاد او سانسور نبود، البته به یه معنا سانسور هم هست، یعنی رسیدگی به این بود که روزنامه ها یا هر چیزی که میخواهد منتشر بشود زیر نظر خود او باشد. آدمی است که روی هم رفته درباره او بررسی جامعه صورت نگرفته. اگر موافق باشید در برنامه این دوشنبه‌ای که پیش میاد من و شما به بررسی نقش اعتماد السلطنه بپردازیم. بسیار جالبه، فکر کنم چیز جالبی باشه، چون آدمی است که میدونید از روشنفکران و درس خواندگان و فرهنگ رفتگان بود و از نخستین دانش آموزان دارالفنون فرانسه هم درس خوانده بود و خیلی هم آشنا بود به زبان انگلیسی و کارهای زیادی منتشر کرد. البته بسیاری از کارهایی که به نام او منتشر شده کارهای خود او نیست، کارهای دیگران رو به نام خودش گردآوری کرده بود و چاپ کرده بود، ولی کارهای بسیار خوبی هم از او به جای مانده. ولی در تاریخ ایران به عنوان رئیس ممیزی معروف شده و یا در باز هم در اینجا اونجا در این پایگاه‌های اینترنتی می‌خواندم که نخستین قانون سانسور رو در ایران یک نفر فرنگی خارجی نوشته، یعنی در واقع یک اتریشی تهیه کرده در دوران ناصرالدین شاه و از اون به عنوان کتابچه قانون کنت یاد می‌کنند. در حال کتابچه قانون کنت نظامنامه پیدایش نظمیه بود، یعنی چهارراه کنت. بله، چهارراه کنت مربوط به اونه. بله، کنت مربوط به اون. میدونید که یه لقب دولتی هم گرفت، نظم الممالک، چون پایه‌گذار سامان جدید شهربانی در ایران بود. به او گفتن نظم الممالک. حتی امیر تومان شد، یعنی سرلشکر شد در اون دوران و کار شهرداری رو هم شهربانی رو هم در واقع او به راه انداخت در ایران. سانسور پدیده ای است که در ایران خیلی رسمی تا هنگامی که کار روزنامه راه نیفتاده بود وجود نمی داشت، چون روزنامه منتشر نمی شد که سانسوری در اون باشه. یعنی در همون دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه ما در ایران یکی دو روزنامه بیشتر نداشتیم. نخستین روزنامه همون کاغذ اخبار معروف است که ترجمه نیوزپیپره و سپس روزنامه وقایع اتفاقیه رو امیر کبیر به راه انداخت که یک سال پس از آغاز این روزنامه او رو کشتند و سپس این روزنامه ادامه پیدا کرد و سرانجام هم همین اعتماد السلطنه به جای روزنامه وقایع اتفاقیه روزنامه ایران رو، روزنامه دولت علیه ایران رو بیرون میداد و روزنامه های دیگری چندان منتشر نمی شد و این روزنامه ایران شاید سومین روزنامه در تاریخ ایران بود، چون روزنامه نخست رو اگر کاغذ اخبار بدانیم و سپس وقایع اتفاقیه، این روزنامه ایران سومین بود که او منتشر می کرد و نیازی به سانسور نداشت. اصولا این روزنامه آکنده بود از تعریف از ناصرالدین شاه و دولتیان و آگاهی های زیادی به مردم نمیداد، اگرچه قرار بود که روزنامه آگاهی رسان باشه. مردم در ایران اون زمان آگاهی های خودشون رو از روزنامه ها از بیرون می گرفتند، به ویژه از چهار روزنامه‌ای که در بیرون از ایران، قانون در لندن، اختر و ثریا در قاهره و استانبول و در کلکته هم مجله معروف حبل المتین، روزنامه معروف حبل المتین، اینا هم سانسور نمیتونست بشه چون در بیرون از ایران منتشر میشد. بنابراین سانسور روی هم رفته یک پدیده دورانی است که رفته رفته روزنامه نگاری در ایران پا گرفته، بیشتر به دوران پس از مشروطه و به ویژه در دوران رضا شاه باز میگرده که یک رشته اصولی رو، سازمان ها و اداره هایی رو برای رسیدگی به کار روزنامه نگاری به وجود آوردند. ولی یک برداشت های نادرستی در مورد مثلا نقش همین اعتماد السلطنه وجود داره و معلوم نیست که چرا تصور می شود که او اداره سانسور داشته. سانسور زمانی است که شماری روزنامه، کتاب در جامعه منتشر بشود و کسی مسئول سانسور باشد. چیزی منتشر نمی شد که کسی اونها رو بخواد سانسور بکنه. برگردیم به رشته گسسته کلام. شما در میان روزنامه نگاران دوران خودتون دهه 40 و 50
موثرترین، اگر بخواهید 5 تن رو به عنوان موثرترین روزنامه نگاران اون دوران نام ببرید، میدانم که در بالای فهرست شما 2 نفر رو امروز نام بردید، یکی رحمت مصطفوی است و دیگری زنده یاد دانش همایون. اگر بخواهید 3 نفر دیگر رو هم به این سیاهه اضافه کنید، چه کسانی در نه ردیف اونها ولی دست کم در میان موثرترین روزنامه نگاران، کسانی که کارساز بودند، کسانی که تأثیر بر مسیر روزنامه نگاری ایران گذاشتن رو یاد میکنید؟ به عنوان نویسنده یا به عنوان شخصیت هایی که در حد مدیریت اقدام میکردن؟ شاید بد نباشه اصلا این دو رو از هم برای بینندگان روشن کنید، تفاوت کسانی که در کار نویسندگی روزنامه ها بودند و کسانی که به کار انتشار و روزنامه نگاری تنها می پرداختند. ببینید، یک روزنامه یا یک مجله یک مدیر داشت که در واقع میتونست گاهی هم بنویسه، همکاری کنه با هیئت تحریریه، ولی اساساً کارش این بودش که به اصطلاح بودجه دستگاه رو تهیه کنه. یعنی صاحب امتیاز بود، مثل مسعودی. صاحب امتیاز و مدیر. بله. هر مثل مسعودی مثلا. مثل مسعودی. این شخص میتوانست از طریق دولت هم کمک بخواد. دولت یک عالم آگهی داشت. بله. آگهی های مختلف داشت که باید چاپ میشد. بله. ایشون میتونست به هر حال مراجعه کنه، تعداد آگهی بیشتری بگیره، آگهی هایی که چند بار چاپ میشدن، آگهی مزایده، نمیدونم چی چی. بله، آگهی هایی بهش بودن، آگهی رسمی. بله. اینا رو پول زیادی میداد دولت به هر حال به این شخصیت ها. گاهی هم کمک هایی میکرد، به خصوص زمان هویدا خیلی کمک کردن به کمک مالی به مطبوعات. بله. حالا خب دلیلش باید روشن باشه چیه. بله. خب هواداری اونها رو میخواستن دیگه، با این کمک تا حدودی هواداری و جانبداری مطبوعات رو جلب میکردن به سوی خودشون. پیکر دیگر یک روزنامه یا یک مجله سردبیر بود. سردبیر حرف اول و آخر رو میزد، یعنی هیچ کس حق نداشت واقعا در روی حرف او حرف بزنه، به خصوص اگه سردبیر توانایی بود، از یک نظامی برتر بود. نجب. بله. خب شما از 2 سردبیر توانا نام بردید، دانش همایون سردبیر آیندگان و رحمت مصطفوی سردبیر روشنفکر، که شما هم در واقع در اونجا سپس سردبیری رو به عهده گرفتید، ولی رحمت مصطفوی پایه‌گذار و صاحب امتیاز هم بود. اجازه بفرمایید، دانش همایون هیچ وقت سردبیر جایی نبوده. عجب. من فکر کردم سردبیر آیندگان شد. نه، ایشون مدیر عامل آیندگان بود. ها، درسته. آیندگان بره. به این صورت در اومد، به صورت یک سازمان به اصطلاح که چند نفر تو شرکت دارن و اینا، یه شرکت. بره. شرکت سهامی درست شد. بره. بله. صاحب امتیازش هم یک بانویی بود، خانم شاهرودی که همسر یکی از سران شرکت نفت بود. خیلی بانوی آرام و متین و خوب بود و از دست داریوش همایون هم خیلی گله داشت، به من میگفت، برای اینکه داریوش همایون مطابق میل او رفتار نمی کرد، میل خودش بر میل دیگران چیز بود، ارجح بود. بله. بله. ولی بسیاری از سرمقاله ها رو ایشون می نوشت، اگرچه سردبیر هم نبود، درسته؟ بله، اون کار سردبیری و نویسندگیش همیشه به جا بود. بله. شما بدون نوشتن نمیتونست زندگی بکنه. بله. ایامی هم که در خارج بود چند تا کتاب نوشت، نمیدونم شما کتاباشون دارین یا ندارین. بله دارم. بله. دارین؟ همه رو دارین؟ بله، همه رو با امضای خودشون هم دارم. بله. بله. صورت خیلی هم مقاله می نوشت در خارج از کشور. بله. خب می فرمودید در میان این سردبیرانی که نقش مهم می داشتن، چه کسانی رو شما جهتساز، تاریخساز بر می شمارید؟ شاید علی بهزادی یکی از اونها بود. بله، ولی باید فکر کنم. بله. باید فکر کنم. در چون فردوسی هم در اون دوران خیلی سرصدا میکرد، نه؟ خیلی در دهه 40 و 50 روزنامه پر سرصدا و پر از رنجالی بود. فردوسی با فردوسی مدیرش
آقای نعمت الله جهانبانویی بود. بله بله جهانبانویی. ما جهانبانویی رو تبدیل کرده بودیم به ملکه زیبایی جهان. جهانبانویی. به دلیل نام. بله سردبیر اولش هم به نظرم آقای میرهاشم بودن به نظرم. یا میرهاشم نویسنده تیرشون بود. همسر خانم عباسلطی. بله بله بله. البته ایشون بعدن رفتن اطلاعات بانوان اونجا معاون سردبیر بودن. چی داشتم میگونه یادم رفت. ولی آدمی که در فردوسی خیلی سرشناس شد و من که بعد خردسال بودم یا جوان بودم بسیار نام رو شنیده بودم پهلوان بود. بله پهلوان آخرین سردبیرش بود و سردبیری بودش که جنجال خوب میتونست به وجود بیاره. به خصوص جنجال های ادبی. بله. و آدم مخصوصیه دیگه و بعد باش آشنا باشین تا بدونید. بله. الانم که مجله فردوسی رو در خارج از کشور منتشر میکنه به مدیریت اصل دخترشون. یکی از دو دخترشون. یه دختر دیگه شون در فرانسه هن. خود آقای پهلوان هم اول آمد فرانسه. در فرانسه بعد از انقلاب. در فرانسه با یکی از رادیوها همکاری میکرد، رادیوهای برون‌مرزی. خیلی هم مورد محبت مدیرش بود. در روزنامه‌ها و رسانه‌های آزاد غرب یکی از بخش‌های بسیار مهم مصاحبه هاست. شما در ایران این آزادی رو داشتید برای مصاحبه با مدیران دولتی، نخست وزیر، وزیران، وکیل، سناتور، کسانی از این دست؟ بله آزادی بود، منتها باید حواسمون جمع می بود نکاتی که نباید. ببینید در کل گفته بودن به خاندان پهلوی کاری نداشته باشین، علیه دولت هر چی خواستین بنویسین، دولت هم میتونه جواب بده. عجب. ولی دانش همایون میگفت دانش همایون وقتی وزیر شد یا دولت منصور یا دولت های دیگر دانش همایون وقتی وزیر شد یعنی درباره دوران وزارتش گفت ما گفته بودیم علیه دولت اگه انتقادی داریم بنویسین جواب اونا رو هم چاپ کنین، ولی اونا جواب رو چاپ نمی کردن. این هم آقای همایون بود. یعنی شما اگر کاری به کار خاندان پهلوی نداشتی در دیگر زمینه‌ها یه رشته آزادی‌ها برای انتقاد وجود داشت. بله بود، ولی خب بازم رعایت می‌شد. با محدودیت. بله. رعایت می‌شد. بله. یک نوع قوانین نانوشته‌ای وجود داشت. خودسانسوری به معنا. بله خودسانسوری. بله. این تا چه اندازه این ملاحظات رو در مورد به قول معروف آیات عظام و روحانیان برجسته میکردید؟ یعنی تا چه اندازه به حریم اونها وارد نمیشدید؟ مثل مثلا آقای بروجردی یا دیگران. اونا محترم بودن. اون مدیران درباره اونها تصمیم میگرفتن کدوم صفحه بذارن، چه جوری بذارن اینا. مثلا آقای مسعودی معتقد بود که اگر درباره یک مرجع تقلید مطلبی هست صفحه آخر ستون اول بذارن. میدونی که صفحه آخر خیلی جلب توجه میکنه. بله دیگه. بعد بله. از صفحه اول صفحه آخره. بله. بله خب این سیاست وجود داشت. خود شما با بجز گفتید نخستین مصاحبه رو با هویدا داشتید، مصاحبه های معروف دیگری که در این دوران ماندگار از شما هستش با چه کسانی بوده؟ اگر داشتید مصاحبه ای به یاد دارید؟ به یاد دارم ولی اسمش یادم نمیگه، فرانسوی بوده. آقای فیلسوف ایرانی که الان ایران با نخبگان و فیلسوف مدیران و کارکنان و سناتورها و وکیلان آدمای سرشناس خود ایران. بعد فکر کنم یادم میاد. بله. بذارین هفته آینده. بله پس داشتید مصاحبه‌ای. بعد به نظرم داشتم. ببینید من شب و روز کار میکردم. بله. جوری که خانمم میگه ما رو نمیدیدی. برای اینکه مطبوعات پول کافی نمیداد به آدم. بعدن بعد از اینکه رستاخیز درست شد، روزنامه رستاخیزم درست شد، روزنامه رستاخیز حق و تریا رو بالا برد.
در نتیجه دیگران هم ناچار شدن که بالا ببرن. در اون دوره خود وضع ما بهتر بود. شما در رستاخیز هم کار میکردید؟ نه، من یه مقاله یه دفعه از من چاپ شد که خیلی به سختی هم پولش دادن. بعد یه آقایی بودش اسمش هم یادم رفته، آقای دایش همایون در واقع وارد کار رستاخیز شد، درسته؟ نه، به روزنامه رستاخیز به وسیله آقای دکتر سمسار، یکی از برجستگان مطبوعات ایران و یکی از سردبیران بسیار مهم در کیهان، یکی از شخصیت‌های بسیار مهم واقعا. پس به یادتون آمد یکی دیگه از اون شخصیت سمسار هستش؟ بله، بله، سمساره. سمسار وزیری چطور؟ در چه جایگاهی بود؟ وزیری اول که آمد از فرانسه، از آلمان، برای مجله فردوسی می نوشت. بعد که آیندگان درست شد، سردبیر مقالات شد آقای مرحوم نقیبی. نقیبی هم خیلی چیز می نوشت و خیلی هم سرشناس بود. یه بارم سردبیر قبل از من سردبیر مجله روشنفکر بود، ولی مصطفی ازش راضی نبود. می گفت آقای امینی بله بله، آخری حرفمو دارم میزنم. آقای مصطفی میگفت مرحوم نقیبی، بله، اگه در فلان دهکده نیشابور یکی میزد یکی رو میکشت، میکرد خبر اول. این هم از مصطفی، چون خبرساز بود در واقع. مصطفی چون مقام روزنامه رو بالا میخواست و هیچ وقت هم نتونست به اون برسه، در حد تایم و نیوز ویک و اینا میخواست. نظرتون در مورد عبدالرحمن فرامرزی چیه در کار روزنامه‌نگاری؟ چون وقتمون تموم شده اجازه بدین هفته بعد بگم. حتما. وقتمون تموم شده؟ بله، اینجا نوشتن 24 ثانیه مونده. عجب. خب پس بدرود بگیم و خیلی ممنون. خیلی ممنون که به من توجه کردین. سپاسگزارم. خب تشکر میکنم از آقای کارگردان عزیزمون، آقای امیر، و از همه شما همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودید.